حالا که صحبت از سنگ پا شد، بذارید یه نمونه از تلویزیون نظام رو کنیم که به سنگ پا گفته زکی. دلم سوخت، به بچه های خودم تو خونه گفتم. یکی یه تحلیلی کرد توی یکی این شبکه های صحرفی که شما دولت ایران که مردم مصر رو محق میدونی برای اعتراض و چنین و چنان، چرا بعضی ها رو در ایران محق نمیدونی؟ بعد به پسرم گفتم که میدونی این جفاکار داره چی میگه؟ این داره دولت جمهوری اسلامی ایران رو با حاکمیت استبدادی حسنی مبارک در مصر یکی میکنه و این چگونه قابل تحمله؟ راست میگه، اصلا قابل تحمل نیست. چجوری این دوتا دیکتاتوری رو یکی میکنن؟ آخه گردوی مبارک کجا؟ گنبد ولایت کجا؟ حالا بریم روز اول اسفند. شهرهای ایران پر از التهابه. ببینید که تلویزیون نظام برای تو خونه نگه داشتن مردم و آرام نمایی اوضاع به چه فکر بکری رسیده. تماس تلفنی اتفاقی با خبرنگاران صدا و سیما در گوشه و کنار شهر. در این ایام پر خیر و برکت و با توجه به اینکه کمتر از یک ماه به عید نوروز هم باقی مونده، خیابان‌های شهر تهران مملو و از هیجان و شور و شعف خاصی است به جهت خریدهایی که برای شب عید معمولاً اتفاق می‌افته. مجید اخوان خبرنگار شبکه خبر در سطح شهر تهران گزارش‌هایی رو به صورت زنده برای شما از حال و هوای ایام عید برای شما خواهد داشت. مجید اخوان سلام و شب بخیر. حقیقتش من برای انجام ماموریت خبری نیومده بودم سطح شهر. من برای خرید شب عید اومده بودم به همراه دوستان و خانواده که همکاران پخش به من زنگ زدن خواستن حال و هوا رو بگن. منم اطاعت امر کردم، گفتم چشم. حالا برای خرید کجا رفته بودی؟ اینو اول بگو. کجا؟ من هولاش میدون فردوسی هستم. خدمت حضورتون عرض کنم که بینندگان عزیزی که در تهران هستن شاهدن که هرچند در فصل زمستان هستیم، اما امروز بعد از ظهر ما شاهد یک باران بهاری در تهران هستیم که بسیار لطیف کرده.